نقاشی می کند. ما سعی می کنیم که در امارات خود به فکر خوشحالی انسان باشیم، انسانی که از یک محل به محل دیگر می رود و به فکر اینکه او را در مقابله با عوامل تغییر و عوامل غیرمنتظره خوشنود سازیم. ما باید بخواهیم هم روحن و هم جسمن که بناهای خود را حس کنیم. این کلمات مینورو یاماساکی است. یاماساکی معماری که خشونت را در معماری غیر قابل تحمل می داند و بردباری و صبر و حوصله او بناهایی به وجود می آورد که علو روح و خوشی جان و اهمیت شأن بشری را منظور می دارد. با بتون و فلز او بناهای موقر، شاد و غیر منتظر خلق می کند. پدر او فرزند چهارم یک کشاورز ژاپنی بود. بدون هیچ گونه ارث و ثروت و تمول فامیلی، این پسر کشاورز برای پیدا کردن کار به امریکا آمد. فرزند معمار او در شهر سیاتل در گوشه شمال غربی امریکا در کنار دریا متولد شد. شهر سیاتل محل تولد این معمار عظیم و شأن. این کلیسایی است که در آن عبادت کرد. نماز در دو نوبت برگزار می شد، یک بار برای مسنترها به زبان ژاپنی و نوبت دوم برای فرزندان آنها به زبان انگلیسی. معمار آینده با دیگر افراد خانواده خود در یک چهارم از این عمارت زندگی می کرد، عمارتی که برای رؤیای بزرگ او خیلی کوچک بود. برای اینکه جهت تحصیل معماری پول کافی به دست بیاورد، 5 تابستان در یک کارخانه شیلات در آلاسکا هفته 66 ساعت کار کرد. ظهر و شب، نهار و شام او عبارت بود از مقداری برنج ساده و کمی گوشت ماهی. در آخر تابستان $200 نقد در دست داشت که با آن یک سال دیگر تحصیل می کرد. اولین کار مهمی که به او رجوع شد ساختن فرودگاه شهر سنت لوئیس بود. نخستین اعتقاد او که پایه به وجود آمدن این فرودگاه شد این بود که در ورودی یک شهر باید شایسته و متناسب با خود شهر باشد. فرودگاه شهر سنت لوئیس بال دارد، ولی تقلید هواپیما نیست، بلکه یک بیان هنری علم معماری است که آسمان و روح پرواز را مجسم می کند. یاماساکی 70 نفر دیگر را در مسئولیت‌ها و منافع خود شریک ساخته است، ولی به آنها لقب همکار می دهد. او و آنان طرح و مدل یکی از بزرگترین پروژه های معماری عصر حاضر را به کمک هم آماده و حاضر کرده اند. عمارت مرکز بازرگانی نیویورک که 110 طبقه خواهد داشت، یعنی 8 طبقه بلندتر از عمارت امپایر استیت بیلدینگ خواهد بود. یاماساکی اغلب اوقات 20 ساعت در روز کار می کند و در تمام آن مدت 3 منشی زبردست خود را کاملا مشغول نگه می دارد. همانطور که افراد معمولی روزانه با اتوبوس فاصله بین محل کار و منزل خود را طی می کنند، او به سر تا سر جهان مسافرت می کند و گاهی نیز به شهر محل تولدش سیاتل سر می زند. در قلب محل بازرگانی شهر یکی از عمارات یاماساکی سر به آسمان کشیده، عمارتی که منظره شهر را تغییر داده و نمونه ای برای آینده شهر به وجود آورده است. این شهر یاماساکی را به این علت همیشه به خاطر خواهد داشت.
شهر عظیم سیاتل، و همچنین به این علت برای ساختن این عمارت علوم، بنایی که نه فقط یک شاهکار معماری است بلکه مظهر آشتی بین یاماساکی و شهری است که هنگامی در گذشته هیچ احترامی برای امریکایان ژاپنی اصل نشان نمی‌داد. شهر سیاتل از او معذرت خواسته و او قبول